ساله هستم از کانال فریا. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا قراره با هم گام به گام زبان برنامه‌نویسی فورتران برای محاسبات عددی رو یاد بگیریم. تو بخش 20 به معرفی دستور دوبای میپردازیم. ما گفتیم که گاهی اوقات برای انجام محاسبات خودمون نیاز داریم که محاسبات به دفعات برای ما تکرار بشن. که اگه تعداد تکرار گفتیم مشخص بود حلقه دو، اگه مشخص نبود از حلقه دو وایل استفاده میکنیم. اینجا میخوام بیارم سراغ چند تا مثال از حلقه دو وایل که یعنی چی تعداد دفعات تکرار دیگه مثل دفعه قبل برای ما مشخص نیستش. بریم سراغ یه مثال خیلی جالبی که از حلقه دو وایل میتونیم بزنیم. ببینید اگه یادتون باشه تو مثالی که برای حلقه دو در واقع ما زدیم، هر بار مجبور بودیم که چیه مقدار n رو وارد بکنیم، بعد که خروجی میگرفتیم مجبور بودیم که هر دفعه اون صفحه ترمینال رو ببندیم، بعد دوباره مجددا باز بکنیم و یک مقدار n دیگر رو بدیم. یعنی هر بار که n مختلف میخواستیم بدیم مجبور بودیم این صفحه ترمینال رو هی باز و بسته بکنیم. برای اینکه این مشکل ما برطرف بشه میتونیم از حلقه دو وایل استفاده بکنیم. چه شکلی؟ دوباره مثل همون کاری که قبلا میکردیم همون مثال رو مینویسیم، بعد از دستور implicit none استفاده میکنیم. خب بعد میام چی گفتیم که مقدار n رو هم بیا چکار بکن، read بکن، قرار بودش که از من مقدار n رو بگیره. بعد دوباره دو اسم شمارنده که یک تا n هستش، بعد گفتیم که خروجیمون a هستش که اومدیم گفتیم چی به i یه دونه هی اضافه بکن. بعدم در نهایت میگیم که خروجی که میخوایم a هستش پرینت بکن، بعد هم end do بود و در نهایت end program exam 1. اینجا چون از دستور implicit none هم استفاده کردیم بعد اعلام بکنیم هر کدوم از این متغیرها رو نوعشون رو که n هستش، i هستش و a. خب اینجا تو مثالی که دیدیم من دوباره این مثال رو میام تکرار میکنم، یعنی میام دوباره ران میگیرم که منظور من کاملا متوجه بشه. خب اینجا که اسم منتظر من مقدار رو وارد بکنم، من دوباره 10 رو میدم بهش. ببینید اینجا من یک n رو دادم مساوی 10 بود. خب الان اینجا چی شد؟ دیگه تموم شد، یعنی دوباره مجبورم این صفحه رو ببندم بعد دوباره مثلا باز بکنمش، این دفعه n‌مو مثلا بدم 5. خب مثلا من میخوام بدم 5، دوباره چیه مجبورم اینتر رو بزنم ببندم هی باز بکنم بسته بکنم، این باز بکنم بسته بکنم. خب ببین این روند واسه ما در واقع منطقی نیستش. برای اینکه این مشکل ما برطرف بشه میتونیم از حلقه دو وایل استفاده کنیم. چه شکلی؟ بیایم قبل از دستور read که میگه n رو از صفحه ترمینال بگیر از من، مینویسیم دو وایل، بعد یه پرانتز باز میکنیم جلوش، مینویسیم true. یعنی همواره این کار در واقع برقراری، یعنی همواره چی هی بیا این رو از من بگیر انای مختلفو، یه بار میخواد 10 بده یه بار میخواد 5 بده 6 بده، حالا فرقی نداره. پس من اینو مینویسم چی true، حتما هم قرمز بشه که نشون بده که درست هست. اگه قرمز نشه خب یه مشکل و در واقع خطا به شما 100% میده و نشونش میده. خب اینجا از این دو وایل من اومدم استفاده کردم، پس از اینجا چیه من دو تا حلقه دو برای خودم استفاده کردم، پس بعد بیام این حلقه دو رو هم ببندم، پس end do. حالا بریم سراغ این که ببینیم مثال چه شکلی هستش. الان ران میگیرم از برنامه ببینم که چه خروجی رو به من نشون میده. Would you like to build it? Yes. همیشه yes رو میزنید تا عملیات ران انجام بشه. خب الان صفحه ترمینال برای من داره باز میشه، منتظر میمونیم. خب کرسر الان منتظر هستش که من مقدار رو وارد بکنم، مثلا من میدم 10. دوباره چیه دیگه اینجا الان خارج نشد، دوباره الان کرسر منتظر هستش که من یه n دیگر رو وارد بکنم، مثلا میدم 4. دوباره مقدارش رو ثبت کرد برام، مثلا میدم 6. دوباره مقدارش رو داد. ولی ببینید من هر چقدر مثلا بزنم عدد یا اصلا هر چی همینطوری ادامه داره تا بی نهایت، با همینطوری هی
پیش میره برای خودش، یعنی همینجوری هیچ محدودیتی نداره توش، هرچی بزنید همینطوری صفحه باز میمونه. خب برای اینکه این مشکل برطرف بشه باید چی کار بکنم؟ برای رفع این مشکل من باید یه شرط توقفی بذارم، بگم که مثلا اگه این شد دیگه چی کار بکن، بیا از برنامه مثلا که بیرون استوب بکن، متوقف کن برنامه رو. پس من اینجا مجبورم چی کار بکنم؟ صفحه ترمینال کلن برنامه رو ببندم و مجددا برم داخل پلاتون. فولدری که داشتیم رو باز میکنیم دوباره، اوپن، اسمش هم فیل فرمت 1 بود. همون مثال دوباره باز میکنم. گفتیم که چی؟ باید شرط توقف بذاریم. میام چیکار میکنیم؟ قبل از اینکه خروجی بگیریم شرط توقف رو مینویسیم. مینویسیم if، خواهم بگم اگه، مثلا من مقدار n رو، خب هر n من داشتم اینجوری وارد میکردم بدون اینکه هیچ شرط توقفی براش باشه. اینجا میخوام بگم که حالا چیکار بکنم؟ اگه من n رو دادم 3، تو دیگه متوقف شو از برنامه بیا بیرون. if بعدم then رو استفاده کردیم. خب این تا اینجا. حالا میخوام بگم چیکار بکن؟ بیا دیگه متوقف شو اگه همچین اتفاقی افتاد. گفتیم برای کنترل بیشتر 3 چیز داشتیم، در واقع 3 دستور داشتیم، یکی اگزیت بود، سایکل بود، استوب بود، استاپ. که اگزیت و سایکل در واقع هر دوتا بعد داخل یه حلقه دو حتما می بودن، اما استاپ شرط لازمش اینه که حتما بعد داخل یه بلوک ایف باشه، یعنی در 99.9% مواقع دستور استاپ داخل یه بلوک ایف در واقع نوشته میشه. و فرقی که استاپ و اگزیت داره چیه؟ ماهیت دوتاشون در واقع یکی هستش، اما چیه؟ در واقع اگزیت باید حتما داخل حلقه دو باشه، بعد برنامه رو متوقف میکنه. استاپ هم برنامه رو متوقف میکنه، باید داخل حتما یه بلوک ایف باشه. و اینکه شما بعد استاپ میتونی یه متنی رو بنویسی، مثلا پیغامی بنویسی که دیگه برنامه مثلا که متوقف شده. خب اینجا من میام اینطوری داخل کوتیشن میذارم، مثلا مینویسم دیگه نو ریزالت، یعنی دیگه هیچ نتیجه‌ای به من نشون نمیده. حساب رو زدم. حالا بعد چیکار میکنم؟ این حلقه در واقع این شرط ایف رو من باید ببندم. پس بعد استاپ، دقیقاً بعد از دستور استاپ، من دیگه چیه؟ چون کارم دیگه با شرط تموم شده دیگه، اندیف میکنم و شرطم رو میبندم. کامپایل میکنم ببینیم که خطا و اروری میده یا نه. ارور و خطایی که نداد. حالا ران میگیریم از برنامه و ببینیم که چه اتفاقی افتاده. من مقدار این رو اول میدم مثلا 10. خب نتیجه رو به من داد. کرسر همچنان منتظره. میدم 5، نتیجه رو به من میده. میدم 7، نتیجه رو دوباره به من میدم. توی بخش حساب میکنه. میام حالا شرط رو میذارم. 3 رو میدم تا برنامه دیگه متوقف شه. 3 رو میدم. ببینید دیگه برنامه متوقف شد. تازه یه پیغامی هم داد که نو ریزالت. همون پیغامی که من براش نوشتم. پس ببینید این شرط توقف حساب هم پس دستور خیلی خوبی هستش برای شرط در واقع توقف زمانی که دیگه بخواید برنامه رو یک جایی متوقف بکنید و کنترل بیشتری روی مسئله خودتون داشته باشید. اگه یه مثال دیگه بخوام بزنم از حلقه دووای، پس حلقه دووای اینطوری که اول می‌نویسید دووای داخل پرانتز لاجیک اکسپرشن، یعنی یک عبارت منطقی بعد اوورده بشه که ترو یه عبارت لاجیکال هستش، یه عبارت کاملا منطقیه. مثال بعدی که من میزنم برای حلقه دووای به این صورته که خب دوباره طبق معمول هم دستورات رو می‌نویسیم، می‌پرینسیدان نوشته میشه. بعد میخوام بگم چی؟ این سری ستاره و ستاره، میخوام دوتا متغیر رو از من بگیره که چیکار بکنه باشون. از حلقه دو وایل استفاده بکنیم. خب آ جی تی مثلا بی، این نقطه هم بعد استفاده بکنم.
ببینید این گفتیم چون فورسرند نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس نیستش، فرق نداره من جی تیم بزرگ باشه کوچک باشه یا حتی به صورت در واقع مثلا که به صورت علامت بزرگتر باشه فرقی نداره، از هر کدوم حالا دوست داشته باشیم میتونیم استفاده بکنیم. من میخوام همچین کاری بکنه با این در واقع به این صورت که اگر که آه بزرگتر از بیه بود همواره این شرط داخل این پرانتز برقرار بود، ترو بود، درست بود، بیا چیکار بکن؟ به مقدار آ یه دونه اضافه بود. من مثلا میارمش اینجا مثلا مرتب ترشه فرق نده کنیم. خب یه همینجا بیارمش. خب یه میشه چی؟ آی بله به یک. حالا چیکار میکنم؟ پرینت میگیرم. خروجیم چیه؟ خروجیم بی هستش. پس من گفتم که اگر کلن آبی که داری وارد میکنی اگه آه از بی بزرگتر بود، بیا یه دونه به مقدار آهی که همجا وارد کردی اضافه بکن. برمی ساده یعنی چیز خاصی نه. حالا حلقه دووال رو بعد ببندم، بعد هم در نهایت از دستور اند پروگرام استفاده میکنم و اگزم دو هم بود و برنامه رو تموم میکنم. را کامپایل میکنیم ببینیم که ارور و خطای بد. آها آ و بی رو ما یادمون رفتش که اعلام بکنیم چون دستور ایمپلیسیت نان استفاده کردیم. اینو یادمون رفت. هر دو تا رو از اون اینتیجر در نظر میگیرم. آ و بی. حالا ران میگیریم از برنامه. مثلا من آرو میدم 7 مقدار اولی که بعد وارد بکنم. اینتر میزنم مقدار بیرم مثلا میدم 2. الان این شرط برقراره، یعنی آ بزرگتر از بی 7 خب بزرگتر 2 هستش. اینتر رو میزنم چون شرط این داخل ترو بود یعنی برقرار بود، پس بنابراین مقدار محاسب میکنه. آ در واقع چند بود؟ من دادم 7 بودم، یه دونه بهش اضافه میکنه. 7 به علاوه 1 میشه چی؟ 8. پس خروجی رو به من همون مقداری که انتظار داشتم رو دقیقا به من داد. پس اینجا ما میتونیم از حلقه دو وایل هم استفاده بکنیم. فقط این که توجه داشته باشه که حلقه دو وایل توش تعداد تکرار مشخص نیست. الان من اینجا تعداد تکرار رو مشخص نکردم. فقط این که برای چی این شرط رو گذاشتم؟ این شرط داخل این پرانتز اگه تو بود، همواره تو بیا چیکار بکن؟ این عملیات رو انجام بده. و اگه خب ترو هم نباشه که هیچی در واقع انجامش نمیده. مثلا الان من چی بیام عکس این شرط رو انجام بدم، یعنی مثلا آه حالا به جای اینکه بزرگ از بی باشه من دقیقا میام کوچیک از بی بگیرم، مثلا اینو بدم 2، آ رو بی رو بدم 6. اینجا هیچ نتیجه رو به من نداد به همین سادگی، چون طبق اون شرط برقرار نبود که بخواد خروجی رو طبق این محاسبه بکنه و به من بده. پس باید توجه داشته باشیم که حلقه دو وایل باید حتما یه شرط توقفی، یه چیزی براش در واقع چیه گذاشته باشه، یه شرطی باید باشه، چون اگه نباشه همینطوری دو وایل برای خودش ادامه میده، همینطوری این محاسبات رو انجام میده انجام میده، بعد در نهایت دیگه چیه همینطوری رم کامپیوتر شما پر میشه، بعد کامپیوتر در نهایت ریستارت میزنه و خب چیز جالبی نیستش و دوچار مشکل میشه. پس برای اینکه همچین اتفاقی نیفته سریع اگه دیدم توی داره ادامه میده و بی نهایت اون مقدار محاسبه میکنه، سریع هم بیاید این پنجره ترمینال رو ببندید و برنامه رو ببندید و مجددا کار رو شروع بکنید، چون اونطور هم تو پیش برید رمتون رو پر میکنه و مجبورید که در نهایت ریستارت رو بزنید و خب مشکل ایجاد میکنید. مثلا الان ببینید من بهتون نشون بدم اگه من این شرط رو نذارم و بیرم بگم وارد بکنه، مثلا بگم چه بکنم بی رو که بعد خروجی بگیره، یه مقدار آ رو وارد بکنم. خب من کامپایل میکنم، خب ببینید اینجا خطا و ارور داده به من و متوجه در واقع منظور من نیستش. خب
و میگه که این دووایل عبارتش که هستش، این عبارتی که تو نوشتی یه عبارت کاملی نیست. هر وقت شما با این ارور و خطا مواجه شدید به خاطر چی هسته؟ چون به خاطر اینه که ببینید شما بعد از این که دستور دووایل رو مینویسید حتما بعد بعدش شرط رو در واقع بنویسید، در واقع عبارت لاجیکال یا منطقی که هستش رو شما در واقع مینویسید و به ازای ترو بودن اون بعد بیاد محاسبات رو انجام بده. پس این فرقی هستش که دو با دو وایل داره، ساختارهاشون با هم متفاوت هستن. من نمیتونی فقط بنویسی دو وایل و همین در واقع دیگه تموم بشه، مثلا یه دستور حتما بعد داخل پرانتز نوشته بشه. مثلا من میگم چیکار بکن؟ آ رو بگیر اگه بزرگتر از 3 بود. خب من به ازای در واقع هر آی که بزرگتر از 3 بود بهش میدم، اگه شرط برقرار باشه میاد همینطور چیکار میکنه؟ اون آی که من بهش دارم هی به علاوه 1 میکنه تا بی نهایت بار هی میاد این کار رو انجام ده. الان من کامپایل میکنم، ببینید دیگه ارور و خطایی به من نداد. پس حواستون باشه که حتما این پرانتز رو بعد بنویسید. همیشه سعی بکنید که این کدها رو بزنید حالا تو حالتهای مختلف و قشنگ دستتون را بیفته که اصلا به چه شکل هستش. خیلی از چیزها رو از همون خطاها آدم متوجه میشه. من اینجا اگه آ رو بدم 2 و شرط من برقرار نباشه، ببینید خواه از برنامه، یعنی همینجا تموم میشه، برنامه خارج میشه، چون چیه طبق اون شرط دیگه برقرار نیست و اتفاق خاصی هم تو خروجی نمیگیره. خب من این تر رو میزنم، دوباره میام صفحه اسکرین رو باز میکنم. این بار میخوام چیه؟ شرطی که داخل این دو وایل هستش رو میخوام مثلا درست باشه. یعنی چی؟ آ رو مقدارش رو بزرگتر از 3 میدم، مثلا میدم 5. ببینید همینطور تو بی نهایت باید داره 5 علاوه 1 میکنه 6. من اینو سریع هم میبندم. چرا در واقع این کار میکنم؟ به خاطر اینه که گفتم رم کامپیوتر سریع پر میکنه، مجبور هستید که شما ریستارت بزنید و با مشکل مواجه میشید. پس اینم از توضیحاتی بود که در مورد حلقه دو وایل دادیم. پس اگه تعداد تکرارهای ما مشخص باشه از حلقه دو استفاده میکنیم و اگه که مشخص نباشه از حلقه دو وایل. براتون مفید بوده لایک و کامنت یادتون نره، حتما ما رو سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو هم فشار بدید تا آموزش‌های جدید ما رو از دست ندید. خدا نگهدار.